ده سپتامبر 1999 یکی از همکارای گرلی چو هاسن کافت رفت در خونش تا چک بکنه که اون چرا نیمده سر کار فقط 15 دقیقه از شروع شیفتش گذشته بود اما همه همکاراش نگران شده بودند خود گرلی به اونها سپرده بود که حتی اگر پنج دقیقه دیر سر کار اومدم با پلیس تماس بگیرید حتما اتفاق بدی برای من افتاده سلام من مرزیم و به یک ویدیوی دیگه از فیکشن خوش اومدید اگر این اولین باره که دارید چهره من رو میبینید بهتون خوش آمد میگم و میگم که ما اینجا میریم سراغ پرونده های جنایی پس اگر به این ژانر علاقه دارید همین الان زیر همین ویدیو دکمه سابسکرایب رو بزنید و با زدن زنگوله کنارش هم از ویدیوهامون هامون با خبر بشید یادتونم نره اگر این ویدیو رو دوست داشتید لایکش بکنید اون رو به دوستانتون هم معرفی بکنید برای اینکه به ما کمک میکنه که با انگیزه کار بکنیم. بریم سراغ پرونده امروز که همونطور که گفتم داره توی سال 1999 اتفاق میفته و داستان یک دختری به اسم گرلی چو ماجرا از اینجا شروع میشه که دوست گرلی ارنی جانسون شب قبل باهاش تماس گرفته بود یعنی 9 سپتامبر چند باری زنگ زده بود و برخلاف همیشه که تلفن رو جواب میداد و اینها یکی دو ساعت با هم راجع به مسائل روزشون صحبت میکردن اون روز جواب تلفن رو نداده بود ارنی نگران بود به خاطر اینکه میدونست که دوست صمیمیش گرلی تازه جدا شده همسر سابقش رسما دیوانه است و خیلی میترسه خیلی نگرانه چند باری زنگ زد اما جواب نداد تصمیم گرفت تا روز بعدش صبر بکنه و صبح صبح ده سپتامبر تماس گرفت با یک بانک بزرگی توی آلباکرکی امریکا که اونجا کار میکرد گرلی و صحبت کرد با همکاراش و با رئیسش کتی و گفتش که من از دیشب خبری ندارم از گرلی اومده سر کار ساعت هلوش هشت و پنج دقیقه بود اونا گفتن که هنوز نیومده ساعت شد هشت و روب و کتی بیشتر از این صبر نکرد رئیسش به خاطر اینکه در جریان بود که گرلی بهش گفته که حتی اگر من پنج دقیقه دیر کردم هم با پلیس تماس بگیرید خیلی آدم وقت شناسی بود هیچ وقت دیر نمی اومد و البته یک مدت طولانی بود که در خطر بود وقتی که تماس میگیره پلیس خیلی حرفش رو قبول نمیکنه میگه شما دارید راجع یک آدم بالغ سی و چند ساله صحبت میکنید که 15 دقیقه دیر اومده به محل کارش و اصلا این منطقی نیست حالا دیشب مثلا جواب تلفن نداده با خدمات غیر اورژانسی تماس بگیرید حالا مثلا چه من دوستی آشنایی یا یک بخش دیگه ای در اداره پلیس اما کتی از این قضیه کوتاه نمیاد مدام تماس میگیره یکی از همکارای گرلی رو هلوهوش ساعت 8:30 میفرسته تا بره خونش رو بررسی بکنه و بعد از چهار بار تماس با اداره پلیس بالاخره پلیس قبول میکنه که بیاد و یک بازرسی انجام بده از خونه گرلی حالتیه که افراد گم شده هاشون رو گزارش میدن و پلیس میره و خونش رو بررسی میکنه یک مامور پلیس میاد همکار گرلی قبلا رسیده بوده دم در خونه دیده بوده که ماشینش اونجاست در زده بوده جواب نداده بوده و همون زمانه که مامور پلیس هم میرسه اما من میخوام داستان رو اینجا نگه دارم میخوام گرلی گم شده رو همینجا بذارم و باهاتون بریم به گذشته بریم به زندگی گرلی اینکه در گذشته چیکار کرده و اصلا از چی انقدر میترسیده از اینجا به بعد این پرونده یکی از عجیب ترین پرونده هایی رو می سازه که من تا الان بررسی کردم یکی از عجیب ترین آدم هایی که من توی یک پرونده جنایی بهش برخوردم و حالا هرچی که برم جلوتر شما هم متوجهش میشید پیشا پیش بگم که احتمالا این پرونده طولانی خواهد بود و کاملا شبیه یک فیلم سینمایی میمونه به خاطر اینکه انقدر اتفاقات زیاده من سعی میکنم که روی خط داستانی پیش برم و حالا به خاطر اسامی که وجود داره خیلی شما رو سردرگم نکنم اما توی این پرونده یک کوچولو باید بیشتر حواستون رو جمع بکنید گرلی 27 آگوست 1963 در مالزی به دنیا اومده بود اسم پدرش چوچینگ کن و مادرش اهینگی کیان بود یک خواهر به نام جونچو و یک برادر به اسم اندروچو داشت و تا 21 سالگیش هم توی هم مالزی به خوبی و خوشی زندگی کرده بود و توی یک بانکی کار میکرد یک مدتی توی هنگ کنگ توی یک شرکت بازاریابی کار میکرد و خیلی همه چیز برای زندگیش خوب بود همه چیز برای پیشرفتش خوب بود خوب درس خونده بود الان هم داشت توی این بانک پیشرفت میکرد و به نظر میومد که آینده درخشانی داره اما سال 1989 تصمیم میگیره همراه با نزدیکترین دوستش سوزان بیان به امریکا اینا تحصیل کرده بودن و امیدوار بودن که آینده بهتری در امریکا منتظرشون باشه میان امریکا یه مدتی میمونن حتی یه جا کار پیدا میکنن و این بازگشته به مالزی کم کم تبدیل میشه به یک بازگشت سالانه اینها سالی یه بار دیگه برمیگشتن به مالزی و خانوادهشون رو میدیدن توی یک بانک خیلی خوب همکار پیدا میکنه و همه چیز براش عالی بوده اوایل دهه 90 آشنا میشه با یک آقایی اسم این آقا دایازین هاسن کافت بوده با هم دیگه آشنا میشن البته این نکته رو بگم که دایازین هاسن کافت اسم اصلیش آماند شاوز بوده و اصلا وقتی که آشنا میشه با گرلی اسم واقعیش رو نمیگه شخصیت حیرت انگیز این پرونده گرلی نیست دایازین یا همون آمانده من دوتا اسمش رو میگم که توی ذهنتون کامل ثبت بشه توی 5 مارس 1965 به دنیا اومده بوده اسم مادرش یولاند بود اسم پدرش آماند سینیور بود اسم اصلیش آماند بود دیگه شش یا هشت ساله بوده که مادر و پدرش از همدیگه جدا میشن توی تگزاس هم به دنیا اومده بوده توی هیوستان تگزاس شیش یا هشت ساله بوده که پدر و مادرش از همدیگه جدا میشن و اون همراه با یکی از خواهراش و دوتا از برادرای ناتنیش میرن تا با پدرش و نامادریش زندگی بکنن 16 ساله بوده که از خونه میاد بیرون و جدا میشه از پدر و نامادریش خیلی مثل که با مادر خوندهش رابطه خوبی نداشته میاد بیرون توی دبیرستان همه از اون به عنوان یک بچه مسئولیت پذیر یک بچه مهربون یاد میکنن هوای همه رو داشته حواسش به همه بوده خیلی خوب فوتبال بازی میکرده اما توی یک حادثه ای که توی فوتبال براش پیش میاد یک ضربه شدیدی به سرش میخوره میره بیمارستان بعد هم مرخص میشه اما متفق قول, قول همه اطرافیانش میگن این آدمی که از بیمارستان مرخص شد هیچ شباهتی نداشت به اون آماندی که رفت توی بیمارستان و اصلا یک آدم دیگه ای شده بود میاد بیرون توی کالجی توی سان فرانسیسکو پذیرفته میشه توی رشته شیمی میره اونجا شروع میکنه به درس خوندن و توی 23 سالگیش هم ازدواج میکنه اولین همسرش گرلی نیست یادتونه گفتم این آماند آشنا شده بود با گرلی اما اولین همسرش گرلی نیست اون توی یک کلیسایی توی همون سان فرانسیسکو ازدواج میکنه با یک خانومی به اسم روزماری گوررو خیلی هم به نظر می اومده که زندگی خوبی دارن توی گواهی ازدواج این دو نفر شغل میخورده شغلش خورده بوده که تکنسین آزمایشگاه ایمونولوژی اما خب این دروغ بوده درسته که اون داشته توی کالج درس شیمی میخونده اما به شکل پاره وقت توی یک آزمایشگاهی کار میکرده اصلا تکنسیان آزمایشگاه نبوده حتی توی کالج هم خیلی خوب نبوده خیلی نمره های متوسط رو به پایینی میگرفته تلاشش رو میکرده به ظاهر اما خیلی موفق نبوده در نهایت توی دسامبر سال 1987 فارغ و تحصیل میشه از کالج این و همسرش یعنی آماند و همسرش روزماری بلافاصله فاصله بعد از ازدواجشون هم بچه دار میشن شروع میکنه بعد از فارغ و تحصیلی از دانشگاه برای یک عالم دانشگاه و آزمایشگاه مختلف رزومه فرستادن اما هیچ کدوم از این رزومه ها قبول نمیشده هی رزومش رو رد میکردن کم کم روزماری متوجه میشه که آماند همسرش داره کارهای عجیب و غریب میکنه متوجه میشه که اون از خودش خون میگیره و میگه که من میخوام روی این خونم آزمایش بکنم داروهای جدید کشف بکنم یا توی بحث و جدل ها با روزماری میگفته که میدونی من میتونم تو رو یه جوری بکشم که جسدت هیچ وقت پیدا نشه من میتونم جسدت رو کامل از بین ببرم من میتونم آدم ها رو به راحتی این شکلی بکشم در نهایت ازدواج آماند و روزماری سه سال بیشتر طول نمیکشه به خاطر اینکه چند تا مسئله بوده اول از همه اینه که مشکلات خشم داشته آماند و نمیتونسته خشمش رو کنترل بکنه و این خشم بیشتر مواقع سه جا خودش رو نشون میداده اولین جا وقتی بوده که اون رو باهوش تصور نمی کردن. یعنی اگه تو موقعیتی قرار می گرفته که به نظر می اومده که آدم باهوشی نیست و بقیه این رو تو روش می آوردن حسابی عصبانی می شود. نکته دوم وقتی که اسم کرده مردم بهش به اندازه کافی احترام نمی زارن. دلیل سوم هم وقتی بوده که اون رو دکتر خطاب نمیکردن و اصلا نامان دکتر نبوده درسته که در نهایت سال 1990 پذیرفته میشه توی دانشکده پزشکی اما اون زمانی که با رزماری ازدواج کرده بوده اصلا دکتر نبوده به دلیل اینها و خیانتی که به رزماری کرده بوده بعد از سه سال اینها از همدیگه جدا میشن سال 1990 هم شده این وارد دانشکده پزشکی میشه اولین چیزی که توی دانشکده پزشکی به استاداش و همکلاسیاش میگه اینه که من همسر و پسرم رو توی یک تصادف رانندگی وحشتناک از دست دادم. در حالی که ما میدونیم که روزماری و پسرش دارن توی کالیفرنیا زندگیشون رو میکنن هیچ مشکلی هم ندارن. میگه که اینها قرار بوده بیان من رو ببینن و توی راه تصادف کردن و من خیلی بابت این قضیه عذاب وجدان دارم و ناراحتم و به خاطر همین هم همیشه دارم با عذاب وجدان از دست دادن اینها زندگی میکنم یکی از استاداش حس میکنه که این دروغ میگه شک میکنه بهش میگه که باشه تو مثلا میگه که خانه بدت از دست دادی میره شروع میکنه جستجو کردن توی مقاله ها و گزارش های روزنامه ها این میگه که خیلی خوب این آماند میگه که من فلانجا بودم زن و بچه هم داشتن از فلانجا میومدن به دیدن من و این وسط تصادف کردم یک روزنامه بالاخره تصادفی که منجر به کشته شدن یک مادر و بچه رو شده گزارش کرده دیگه هرچی میگرده چیزی پیدا نمیکنه اینجا یه مقداری بهش شک میکنه یک باری این یه سری از کتاباش رو قرض داده بوده به یه سری از دوستاش یه سری کاغذ لاین کتاب ها بوده که شامل نامه های رزماری بوده که با پاشو بیا بچه رو ببین ما سرپرستی سر قرار بوده تو بیای بچت رو ببینی این نامه ها در کنار اون چیزایی که استادش پیدا کرده بوده همه رو بهش بدبین میکنه اما این بدبینی ادامه پیدا میکنه به خاطر اینکه مشخص میشه که از یه سری از همکلاسیهاش خون میگرفته به این بهانه که آره تو بیا به من خون بده من میخوام آزمایش بکنم میخوام آزمایش بکنم روی خونت و از اینها خون میگرفته باز جلوتر این کارها و دروغهاش بدتر میشه مشخص میشه که توصیه نامه اساتیدش رو جل کرده بوده یعنی به دروغ گفته بوده که فلان استاد توصیه کرده مثلا توصیه نامه به من داده برای فلان شغل این رو جل کرده بوده یا مشخص میشه که یک توصیه نامه فدرال رو جل کرده بوده برای اینکه کمک هزینه تحصیلی بگیره و گفته بوده متعهلم در حالی که خب ما،, ما, میدونیم که در واقعیت جدا شده و هم کلاسیاش هم فکر میکنن که زن و بچهش مردن دیگه در کنار همه اینها مشخص میشه که از دو تا زن هم کلاهبرداری کرده بوده و در نهایت از دانشکده پزشکی عذرش رو میخوان و میگن که شما بفرمایید برید بیرون و دیگه اینجا درس نخونید حالا از دانشکده پزشکی هم اومده بیرون اما آشنا شده با یک خانومی به اسم گرلی که همون خانومیه که ما اول داستان ازش صحبت کردیم اوایل دهه 90 توی یک محوطه تفریحی با هم دیگه آشنا شدن و چیزی رو که خودش رو معرفی کرده گفته من دکتر دایازین هاوسن هستم و خیلی خوشحالم که با تو آشنا شدم خیلی هم خودش رو آدم مهربونه خیلی آدم خوبی نشون میداد بعد از شروع این آشنایی قرار میشه که گرلی بره مالزی اونها اول همدیگر رو دوست خطاب میکردن بعد میشه دوست دختر و در نهایت هم خاستگاری میکنه ازش و با هم نامزد میکنه اولین نامه که به والدین گرلی میده اینه که من ازتون عذر میخوام که از شما دعای خیر نکردم اما من میخوام با دخترتون ازدواج بکنم و هیچی دیگه مهم نیست این خیلی عجیبه این رو هم بگم که این خودش رو دایازین هاوسنکافت معرفی کرده در حالی که اسمش آمانده دیگه گفتم اسمش آمان شاوز ولی بعد از یک مدتی بعد از شروع دوستیش با گرلی میره اسمش رو رسما به این اسم تغییر میده این نکته رو هم بگم که روزماری زن اولش یکی از رفتارهای مشکوکی که از این دیده بوده این بوده که این هی جاهای مختلف خودش رو با اسمهای مختلفی معرفی میکرده و ما اینجا میبینیم که در نهایت میره اسمش رو تغییر میده و اسم خودش رو کاملا عوض میکنه برگردیم سر ازدواجشون اونو گرلی با هم دیگه نامزد کردن هنوز با هم دیگه زندگی نمیکنن و سال 1992 اوایل دهه 90 یک خونه ای میگیره توی آلباکرکی کی همین جناب دایازین دیگه همون آماندی که ما از این به بعد بهش میگیم دایازین به خاطر اینکه دیگه از اینجا به بعد با این اسم شناخته میشه یک خونه ای میگیره توی آلباکرکی و اولین چیزی که به این در همسایش میگه اینه که من یک همسری داشتم که توی تصادف رانندگی خیلی سخت مجروح شده و دو تا بچم رو هم توی تصادف رانندگی از دست دادم باز دوباره داره حرف از تصادف میزنه مثلا نمیفهمم چرا ادعا میکنه که یک متخصص ژنتیکه و شروع میکنه درمانهای جعلی فروختن به درا همسایش مثل سرم ضد پیری هزاران دلار از درا همسایه بابت این سرم های ضد پیری پول میگیره بعد ادعا میکنه که من سرطان خون دارم و چون خودم متخصص ژنتیکم دارم یک دارویی کشف میکنم یک درمان سه مرحله ای که من رو نجات میده چه شکلی در تزریق اولیه این درمان من هشت سال زنده میمونم توی تزریق دوم پنج سال و توی تزریق بعدی دو سال دیگه زنده میمونم و شروع میکنه از مردم پول گرفتن بابت مثلا کمک هزینه به این تحقیق سرطان میدید خیلی از آدمها به خاطر اینکه سرطان براشون اتفاق وحشتناکی هزاران کمک بکنن به هزینه هایی که برای ساخت داروهای سرطانی شروع میکنن بهش پول دادن و بعد میگه که آره من این دارو رو به خودم زدم ببینید من سرطان و خون دارم الان سعی و سالمم اگر کسی سرطان داره من از خون خودم به این میزنم خون من شده درمان این بیماری و بعد شروع میکنه توضیح دادن این که من یک دستگاهی ساختم که میتونه کل ژن انسان رو کپی بکنه و یک انسان دیگه خلق بکنه و این دستگاه رو پنج قسمت کردم برای اینکه در امان بمونه توی پنج تا دا دانشگاه مختلف توی امریکا پنهانش کردم و قصد دارم که بعدا ازش استفاده بکنم فکر کنم سریال خیلی میدیده اصلا خیلی عجیبه مگه شما اگه سریال فرینج رو دیده باشید این الگو براتون تکراریه من یک دستگاهی ساختم پنج تیکش کردم پنج تا جا قایمش کردم یک رزومه هفت صفحه‌ای هم داشته در مورد کارهایی که توی زندگیش کرده گفته بوده که من چهل تا مقاله دارم نمیدونم شیمیدانم دکترا دارم توی استنفورد تحقیق کردم درس خوندم در حالی که میدونیم همش دروغه و همین رزومه یه هفت صفحه‌ای هم کلی غلط املایی داره 8 ژانویه 1993 اینها با هم دیگه ازدواج میکنن گرلی و دایازین میرن توی نیومکسیکو با هم دیگه زندگی میکنن یک خونه میگیرن کار خوبی داشته خب از اون طرف فکر میکرده که همسرش هم دکتره و همونجاست که گرلی ملاقات میکنه با ارنی جانسون همون دختری که اول ویدیو خیلی نگران گرلی شده بود این دو نفر توی محیط کار با همدیگه دوست بودن با همدیگه صمیمی بودن و تبدیل میشن به بهترین دوستای همدیگه دیگه, دیگه کریسمس و روز شکرگذاری و همه اینها رو با همدیگه میگذروندن سال 1996 هم نقل مکان میکنن به یک خونه دیگه ای که خیلی بزرگ بوده خیلی قصد داشتن دیگه تو این خونه زندگی کنن و صاحب خانواده بشن و همه چیز هم عالی بوده این زمانی که منتقل میشن به این خونه دایازین کوتا که نمیاد شروع میکنه تیغ زدن در و همسایه جدیدش یکی از این همسایه هایی که داشته یک پیرمرد هفتاد و خورده ای ساله بوده که رازیش میکنه برای داروهای ضد پیری و عکس کردن پیری و اینها بهش پول بده و این بند خدا یک بخشی از پول بازنشستگیش رو میده به دایازین برای تحقیقاتی که میخواسته انجام بده این پول رو میگیره توی خونه هم ساکن میشن و به نظر میاد که خیلی زندگی خوبی رو دارن اما دایزین از همون اول ارتباطش طولانی مدت از خونه میرفته بیرون مثلا ممکن بوده یه هفته نیاد خونه و توضیحی که میداده به گرلی چی بوده گرلی فکر میکرده جراح دیگه فکر میکرد دکتره میگفته که آره من جراحی های خیلی طولانی و دشواری انجام میدم جراحی هایی که فقط من میتونم انجامشون بدم و این جراحی ها دوازده تا 16 ساعت طول میکشن فقط هم زنان و بچه هایی که تصادف کردن و خیلی وضعیتشون خرابه رو من میتونم جراحی بکنم به خاطر همین هم مدت طولانی میرم و توی بیمارستان میمونم من نمیدونم این وسواسش به زنانی که تصادف کردن از کجا می اومده کلا همیشه به این جمله برمیگشته خب این زمان گرلی خبر نداشته که شوهرش با ماشین راه میفته میره این ور ور و آدمهای مختلف رو تلکه میکنه توی این خونه زیبایی که داشتن یک اتاقی بوده یک اتاقی که متعلق به دایازین بوده در این اتاق همیشه قفل بوده و توجیهش این بوده که آزمایش ها و تحقیقات من توی این اتاقه و هیچ کس حق نداره وارد این اتاق شه حتی گرلی این خیلی بر من عجیبه که حتی گرلی هم وارد این اتاق نمی و احترام میذاشته و میگفته که خیلی خوب دیگه تو مدارک و تحقیقات محرمانه گذاشتی اونجا تصمیم میگیرن که باردار بشه گرلی و حالای خونوادهشون رو بزرگ بکنن چه تحقیقاتی که میکنن یعنی آزمایش هایی که میدن و تلاش هایی که میکنن مشخص میشه که گرلی نمیتونه باردار بشه هیچ وقت و فعلا هم قصد نداشته که فرزندی رو به سرپرستی بگیره به خاطر همین برای اینکه از اون حالت افسردگیش در بیاد تصمیم میگیره که یه سگ کوچولو بگیرن این سگه رو میگیرن و یک روزی گرلی زنگ میزنه برنی جانسون دوست صمیمیش و میگه که بیا اینجا میاد و میبینه که این سگ جونش رو از دست داده میگه که جلوی من شروع کرد تشنج کردن و مرد خیلی ناراحت کننده بوده برای گرلی یکم که میگذره برای اینکه حالش بهتر بشه یک سگ دیگه ای می میگیرن و این سگه هم به طور کلی گم میشه و اینها دو تا سوالیه که همیشه توی زندگی گرلی مونده بوده که چه اتفاقی برای این سگ افتاد اما یه روزی همسرش دایازین در میزنه و همراه با یک نوزاد یک نوزاد سه هفته میاد خونه وقتی که گرلین بچه رو میبینه خیلی شوکه میشه چون خیلی مستقیم به همسرش گفته بوده که من فعلا قصد ندارم بچه ای رو به فرزند خوندگی بگیرم اما داره میگه که نه نه ترس ما توی پروسه فرزند نمیافتیم ما هیچ درخواستی نداریم مادر این بچه آسیاییه و من به شکل غیر قانونی فرزند این رو گرفتم و الان میتونیم بریم براش مدارک هویتی بگیریم با اسم خودمون بشه بچه خودمون و این رو داشته باشیم اسمش هم دیمیتریه اما چیزی که گرلی نمیدونسته این بوده که دیمیتری بچه خود دایازین از یک زنی بوده که این حاضر نبوده بچه رو نگه داره و داده بودتش به خود دایازین و این هم بچه رو آورده بوده خونه و داشته به گرلی میگفته که آره من این رو به سرپرستی گرفتم و مادرش بچه رو نمیخواسته و در نهایت بچه میاد توی خونه شیش ساله میشه که اینها دارن با هم دیگه زندگی میکنن و به نظر هم میاد که زندگی خوبی دارن اما گرلی داره کم کم شک میکنه دلیلش رفتارهای عجیب و غریب شوهرش بوده و یک روز یک خانومی تماس میگیره حال دیمیتری رو میپرسه حال دایازیان رو میپرسه این تماس ها هی تغییر میکنه خانم هایی که زنگ میزدن صمیمیتر بودن و در نهایت یکیشون میگه که من نامزد دایازینم و اینجاست که دیگه گرلی شوکه میشه تصمیم میگیره بره اون اتاقی که درش همیشه بسته بوده اون رو بررسی بکنه ببینه چه خبری تو این اتاقه که درش بسته است شوهر منم که داره چپ و راست از طرف زنهای مختلف دیگه باهاش تماس گرفته میشه میره تو و اونجاست که تمام این چهارچوبی که زندگی اینها رو نگه داشته بوده خورد میشه از بین میره من امیدوارم که شما یک صدای پس زمینه ای نشنوید توی این ویدیو و ضبط نشه اما یک صدای موسیقی حالا من نمیدونم مال یکی از همسایه هاست. از بیرونه داره میاد و همه امیدواریم اینه که شما این صدا رو نشنوید حالا گرلی چی پیدا میکنه توی خونه اولین چیزی که پیدا میکنه اینه که اسم شوهرش آمانت شاوزه و اسمش رو عوض کرده و دروغ گفته دومین چیزی که پیدا میکنه اینه که یک حکم دادگاهی توی این اتاق بوده که نشون میداده که این باید از یک خانومی دور بمونه و اجازه نداره که بهش نزدیک بشه و چیز دیگری که پیدا میکنه یک نامه است که اشاره داره به یک قرار ملاقاتی که دایازین داشته با اف بی آی در رابطه با مسموم شدن یک زن در کنار همه اینها سندی بوده که نشون میداده اون اسم دکتر رو جعل کرده و اصلا دکتر نیست و در کنار همه اینها یک عالم نامه عاشقانه بوده از زنهای مختلف و این دیگه عصبانیت کامل گرلی رو داشته و اینکه دیگه نخواد با این آدم زندگیش رو ادامه بده اولین کاری که میکنه گرلی که تماس میگیره با یکی از این خانوم ها و بهش میگه که ببین من همسر دایازینم و این مجرد نیست و اون خانوم هم نمیدونسته خیلی شوکه میشه بعد از این تماس دایازین خیلی عصبانی میاد خونه مثل اینکه اون خانوم بهش گفته بوده و حالا رابطش رو احتمالا قطع کرده بوده و این خیلی عصبانی میاد خونه ما کیم 17 ژانویه 1998 اوتون اینها 93 ازدواج کرده بودن رسما از قبلش هم که یک سال با هم دیگه دوست بودن و حالا خیلی عصبانی دایازین اومده خونه که تو چرا با این دختر تماس گرفتی برای چی زنگ زدی مستم بوده دایازین شروع میکنه به دعوا کردن و کتک زدن گرلی اونها اون روز یک مهمونی خونشون بوده یک خانومی به اسم شرلی و این دعوا خیلی شدید میشه صدا رو میشنوه از اتاقش میاد بیرون این دعوا به سمت کتک کاری میره شروع میکنه گلوی گرلی رو فشار دادن موهاش رو میگیره می میکشه سمت اتاق خواب میکوبونتش روی زمین مدام بهش میگفته دروغ بود دقت کنید دایازین که واقعا مادر دروغ ها توی این داستانه داره به گرلی میگه دروغ بود مدام کتکش میزده و مو مشت میکوبیده توی صورتش شرلی از خونه میاد بیرون میره جلوی در خونه پدرو پدرو کیه پدرو همون همسایه هفتاد و خورده ای ساله بوده که دایازین یک بندین و تیغ میزده برای اینکه ازش پول بگیره میاد و میگه که کمک کن اگه نرسین و کشته پدرو میرسه قرار میگیره بین گرلی و دایازین و اشاره میکنه که تو فرار کن برو خونه من جلو این دعوا رو میگیره گرلی بلافاصله میاد خونه پدرو اونجا تماس میگیره با پلیس پلیس میرسه خیلی علائم واضح آسیب دیدگی و کتک خوردن داشته لبش پاره شده بوده پای چشمش کبود بوده یک بریدگی عمیق روی گردنش بوده جای کبودی انگشت روی گردنش بوده کشاله رانش زخم شده بوده و همه اینها نشون میداده که خب یک خشونت خانگی در جریان بوده دیگه دستگیرش میکنن به جرم خشونت خانگی میفرستنش زندان خشونت خانگی و حمله اما هفت ساعت بعد با قید وسیقه آزاد میشه و برمیگرده خونه برمیگرده خونه و اینها هنوز از هم جدا نشدن اما توی پروسه این یعنی که دیگه میخوان از هم جداشن و با هم زندگی نکنن توی خونه بودن و دایازین به گرلی میگه که فردا برو فلان چیز رو از فلان جا بگیر جایی که گفته بوده خیلی دور بوده من نمیدونم که چه صحبتی بوده چی بوده اما گرلی با اکراه قبول میکنه بعدش دایازین پا میشه و میره بیرون میاد از توی واحد خونه بیرون و چند دقیقه بعد صدای آژیر میشنوه گرلی میاد توی گاراژ و میبینه که دایزیان کنار ماشین گرلی نشسته و به نظر میاد که داره چرخهای ماشین گرلی رو شل میکنه داره پیچاش رو شل میکنه خیلی شوکه میشه فریاد میزنه که تو میخوای من رو بکشی دایزیان بلند میشه که حمله کنه سمتش این سری دکمه در گاراژ رو میزنه فرار میکنه میاد میره دم در خونه پدرو در میزنه التماس میکنه که در رو روش باز کنن میگه که من رو میکشه الان پدرو در رو باز میکنه میره تو پنهان میشه انقدر میلرزیده نمیتونسته آب بخوره دایازر میاد دم در در میزنه میاد تو میگه من دیگه نمیخوام ببینم دیگه برنگرد خونه و خب این زمان تماس گرفته بوده با پلیس وقتی که پلیس میرسه و متوجه این دعوا میشه همراه با گرلی میرن خونه گرلی وسایلش رو جمع میکنه برای که در امنیت باشه از خونه میاد بیرون یک خونه ای بلا فاصله اجاره میکنه که دو کیلومتر با خونه فعلیش فاصله داشته آدرس این خونه رو حتی به ارنی جانسون دوست سمیمیش هم نمیده آدرس رو به هیچ کس نمیده انقدر میترسیده و میره سر کار به همکاراش میگه چه اتفاقی افتاده و میفتن توی پروسه جدایی برای که جدا بشه از همسرش خونه که گرفته بوده از نظر امنیتی خونه خوبی بوده دور محوتش دیوارهای بلند بوده به نسبت امنیتش بالا بوده اونجا زندگی میکرده تا حالا کارهای دادگاهشون انجام بشه خیلی دنبال هزانت دیمیتری بوده الان دیمیتری حدودا دو ساله بوده و خب خیلی هم به گرلی وابسته بوده اونم خیلی دوسش داشته اما نمیتونه در دادگاه هزانت دیمیتری رو بگیره و حتی با توجه به اینکه حقوق نسبتا پایینی داشته و سالی 19 هزار دلار کلا درآمدش بوده اما قرار میشه که ماهی 100 دلار هم نفقه پرداخت بکنه برای دیمیتری خب دادگاه که تموم میشه و طلاق اینها رسمی میشه میاد پایین از در دادگاه و میبینه شیشه جلوی ماشینش رو شکستن و همونجا میفهمه که این قطعا کار دایازین دیگه پشت اولین چراغ قرمز هم این با ما ماشین میاد نزدیک شروع میکنه فریاد زدن فوش دادن که من تو رو میکشم یه کاری میکنم که جسدت هیچ وقت پیدا نشه و این میره و حالا دور میزنه تا این رو گم میکنه و میره به خونش توی محیط کارش هم به کتی رئیسش و همکاراش میگه که چه اتفاقی افتاده و من جدا شدم و این آدم خیلی دروغگو بوده و اینها اونها شعبش رو عوض میکنن میفرستنش یک جایی که به نسبت خلوتتر بوده اما خب خیالش راحت بوده که حداقل شوهر ثابتش دیگه آدرس اینجا رو نداره حالا بیایید بریم سر اون مدارکی که گرلی توی اتاق مخفی دایزین پیدا کرده بوده یادتونه یه سری نامه FBI و قرار منع نزدیکی و این داستان بود. اولیش قرار ملاقاتش بوده با اف آی. داستان از این قرار بوده که یک دورهی دایازین به عنوان مسئول آشپزی و مدیریت کردن کارها با قرارهای یک خانم ثروتمندی در استخدام اون در اومده بوده. توی خونه این هم کار میکرده. این خانم یه روز با حال خیلی بد رسونده میشه به بیمارستان. توی بیمارستان مشخص میشه که کلیهاش آسیب دیده، کبدش آسیب دیده، قلبش داشته از کار میافتاده و خیلی واضح توی خونش آرسنیک وجود داره، سم آرسنیک. ازش میپرسن که تو چیز مشکوکی نخوردی، چیزی مصرف نکردی، میگه که من یه آشپزی دارم که دیشب خیلی رفتار مشکوکی داشت، آشپزش کی بوده؟ همین دایازیه، میگه که این هی به من میگفتش که غذا تو بخور خیلی با خنده سبزیجات تو بخور حتما سبزیجات تو بخور سبزیجات تو خوردی میگه هی ای این شکلی رفتار میکنه بالا سر من وایساده بود و این رفتار مشکوکش بوده FBI ازش میخواد که بیاد باش صحبت میکنه اما خب هیچ چیز مشکوکی علیهش وجود نداشته دیگه هیچ چیزی توی خونش وسایلش پیدا نمیشه در نهایت از این قضیه تبرئه میشه اما نکته بعدی چیه یادتون باشه یک نامه دیگه ای بود که میگفت این آدم حق نداره نزدیک بشه به یک خانومی حالا این خانوم کی بوده این خانوم یک زن 72 ساله ثروتمند بوده که یک آگهی زده بوده توی روزنامه ها که من میخوام یک پارتنری داشته باشم میخوام به با یک آقای قرار بذارم کی باهاش تماس گرفته بوده دکتر دایازین هاسن کافت. این خودش رو به عنوان دکتر معرفی کرده بوده دکترای ژنتیک داشته کی 1993 زمانی که داشته ازدواج میکرده با گرلی میره دیدن این خانوم و میگه که آره من میتونم سرطان سینه تو رو درمان بکنم و میتونم بهت دارو بدم و بیا من خودم رو درمان کردم سرطان خون داشتم از خونم به تو میدم تو هم درمان شو و, و در طول 20 ماه آینده 25 هزار دلار از این خانوم پول میگیره بابت فروختن داروهای مختلف به این خانوم 25 هزار دلار از این خانوم پول میگیره به این خانومم میگه که من دخترم رو توی یک تصادف رانندگی از دست دادم یک دستگاهی ساختم که میتونم از یک تار موی دخترم از دی ایش دوباره این رو بسازم برای خودم فقط احتیاج به فضا دارم این خانم هفته دو سالم خیلی پولدار بوده یک آپارتمان و دو طبقه برای این میگیره میگه باشه برو اونجا زندگی بکن و کار بکن اما توی سال 1995 پسر این خانوم متوجه میشه که مادرش در خطره میره دیدنش و میبینه که اون این خانوم مبتلا به سرطان سینه بوده دیگه اون سینه ای که توده سرطانی داشته دو برابر اون یکی شده بوده و میفهمه که وضعیت مادرش خیلی بده رازیش میکنه میبرتش به یک مرکز پزشکی سرطان و اونجا به این خانوم میگن که متاسفانه خیلی دیر شده و نهایتا شیش ماه تا 18 ماه دیگه زندگی. ای. بلا فاصله بعد از این خبر این آقای پسر این خانوم مراجعه میکنه به دادگاه قیم مادرش میشه این آدم رو یعنی دایزین رو از خونش بیرون میکنه و یک قرار دادگاهی میگیره که این آدم حق نداره که نزدیک مادرش بشه در نهایت همین خانوم هفتاد و سه چهار ساله شده الان دیگه به خاطر پیشرفت سرطان و اینکه زمان طلایی درمان سرطان گذشته بوده سال 1996 به خاطر رشد سرطان جونش رو از دست میده این زمان دقیقا دوره که این ازدواج کرده و همون دوره هایی که یه هفته یه هفته از خونش میومده بیرون می من جرایی خیلی سخت دارم. میرفته بیش یک خانم آرایشگری که اسم این ثبت نشده و موهاش رو کوتاه می کرده. خودش رو هم مجرد جا زده. بود. کم کم ابراز علاقه میکنه به این خانم و این خانومه هم میبینه که خب به نظر میاد که آدم خوبی دکتره خیلی با شخصیت خوب حرف میزنه کم کم رابطهشون جدی میشه و اینها با همدیگه وارد رابطه میشن وقتی که وارد رابطه میشن این اول از همه بهش میگه که من سرطان خون دارم بعد میگه که من دکترم میگه من میتونم یه سری ورزش بدم به دختر 14 ساله ی تو برای اینکه خیلی رو فرم باشه سلامت باشه مبتلا به هیچ بیماری نشه این ورزش ها رو که به این دختر 14 ساله میداده بعدش بهش میگفته که لباساتو درار که من چک بکنم تو سالمی یا نه. رفتارهای سنبی رو میبینید اما این خانم آرایشگر یه ذره باهوش بوده کم کم متوجه میشده که این آدم مشکوکه میدیده که این به خودش یه چیزی تزریق میکنه سه بار در روز چهار بار در روز میگه این چیه میگه که این مورفینه من چون سرطان خون دارم خیلی درد دارم این رو به خودم تزریق میکنم اما کجا شک این خانم آرایشگر بیشتر میشه جایی که یه روز از سر کار میاد خونه و میبینه که روی بدن پسر دوازده سالش و ده سالش جای سوزنه جای تزریقه میپرسه که چه اتفاقی افتاده اینا میگن که کار دایازینه یعنی. ازش بپرسه چیکار کردی میگه آره تو که میدونی من به سرطان خون مبتلام و احتیاج به پیوند مغز و استخون دارم برای اینکه ببینم که خون بچه های تو به من میخوره یا نه ازشون خون گرفتم خیلی خیلی ناراحت میشه و میگه که تو چرا بدون اجازه من بدون مشورت من این کارو کردی اما تیر آخر رابطه سال 1997 اتفاق میافته زمانی که یک کسی تماس میگیره با این خانم آرایشگر و میگه که من همسر دایزی وقتی که دایزیل میاد خونه این خانم این بهش میگه این عصبانی میشه میگه من میدونم کیه میرم الان همه چیز رو درست میکنم اما رابطه این دوتا همینجا با هم دیگه قطع میشه و ما از اول داستان میدونیم که این تماس از طرف گرلی گرفته شده دیگه اینجا همون جاییه که گرلی رفته بود توی اتاق و متوجه شده بود که این آدم با آدم های دیگه در ارتباطه و تماس گرفته بود با این خانم گفته بود که ببین فلانی من زنشم و این زن داره و به دوتا رابطهش قطع میشه این زمان هم رابطش با اون خانم آرایشگر هم رابطش با گرلی رابطه دایازین که با اون خانم آرایشگر به هم میخوره و همزمان هم توی خونه مشکل داشته با گرلی آشنا میشه 4 آگوست 1998 با یک خانم 50 ساله‌ای به اسم جولی مگوایر جولی توی یکی از این سایت های دوستیابی درخواست زده بوده که میخواد با یک نفری آشنا بشه اونجا آشنا شده بوده با کی با آقای دکتر دایزین هاوسنکافت وقتی که اینها با هم شروع میکنن صحبت کردن از طریق اینترنت اونجا دایزین خودشون این شکلی معرفی میکنه میگه که من لیسانس بیوشیمی دارم از دانشگاه توکیو کارشناسی ارشد شیمی عالی فلزی دارم از دانشگاه استنفورد کارشناسی ارشد مهندسی ژنتیک دارم و دکترا هم دارم از یک دانشگاه دیگه میگه که والدینش ژاپنی آلمانی در حالی که میدونیم دروغ میگفته یک لحجه ژاپنی رو ادا در می آورد یه دونه عکس با کیمونو این لباس بومی ژاپن فرستاد برای جولی گفتش این عکس منه و بعد شروع کرد یه سری تخیلات گفتن راجبه تولدش گفت که من دو ماه زودتر به دنیا اومدم توی یه کشتی که یه کشتی سوئدی که داشته روی دریا شناور می بوده من روی دریا به دنیا اومدم و گفتش که هبی 22 امنیتی دولتی رو دارم که اصلا من نمیدونم سطح 22 امنیتی دولتی دقیقا چیه در مورد زندگی قبلیش هم گفتش که همسرش توسط یک راننده مست کشته شده وقتی که داشته می اومده که من رو ببینه راننده آمبولانس اون رو رسونده به من که توی بیمارستان بودم من خیلی تلاش کردم که همسرم رو نجات بدم خیلی تلاش کردم که با جراحی بتونم اون رو به زندگی برگردونم اما نتونستم این کار رو بکنم و از ازدواج قبلیم هم حالا مثلا یک بچه ای دارم به اسم دیمیتری خب حالا این دیمیتری رو اینجا مطرح کرده که ما میدونیم که دیگه اینجا کم کم جدا شده از گرلی و داره افتاده روی پروسه طلاق و احتیاج داره که دیمیتری رو معرفی کنه دیگه به خاطر اینکه دیگه کسی نیست که بتونه بچهش رو بذاره پیشش اینها با هم دیگه شروع میکنن صحبت کردن و ما میرسیم به اولین باری که جولی و دایازیان همدیگه رو میبینیم وقتی که دایازین اولین بار جولی رو میبینه دیمیتری رو هم با خودش میاره اون توی یک شهر دیگه ای بوده به خاطر همین باید میومده به این شهره که مثلا یه دو ساعتی هم فاصله داشته با شهر خودش میاد و دیمیتری رو با خودش میاره و توی اولین برخورد با جولی شروع میکنه یه سری صحبت ها کردن میگه این دیمیتری رو میبینی این دیمیتری پسر منه اما توی آزمایشگاه به وجود اومده چشکلی شکلی میگه که اسپرم من رو گرفتن و سازمان اطلاعاتی وزارت دفاع آمریکا که مخففش NSA یک پروژهای در این سازمان بوده دوازده تا زن مختلف بودن اسپرم من رو گرفتن این دوازده زن رو با اسپرم من باردار کردن و همه بچه های من هشت صبح هشت آگوست 1996 به دنیا اومدن و این دیمیتری یکی از این بچه هایی که توی آزمایشگاه ساخته شده اسم پروژه هم که دانشگاه مدیریت میکرده گرلی بوده به خاطر همین هم اگه هی گرلی گرلی میگه راجع همون پروژه هست که این بچه های من به وجود اومدن حرفای عجیب و غریبش رو همینجا متوقف نمیکنه میگه که میدونستی که ما فضایی خوب و بد داریم این فضایی ها روی زمین دارن در کنار ما زندگی میکنن اینا تغییر چهره دادن اینا یک بار من رو بردن پیش خودشون و یک تراشه کار گذاشتن اینجای بینی من و به من گفتن که من برگزیدم و روزی که قرار فضایی هایی که در زمین هستن زمین رو نابود بکنن من باید برم به ایستگاه فضایی که توی کلورادو اسپرینگه اونجا خودم رو معرفی بکنم و نجات پیدا بکنم من آدم به انتخاب شده ایم و قرار از نسل زمینی ها زنده بمونم چیزی هم نمیرسه که فضایی ها زمین رو از بین میبرن بهشم میگه که آره من یک سروم جوان کننده ایم دارم که میتونه تو رو فرایند پیری تو رو معکوس بکنه و به جای 32 هزار دلار چون تویی 3200 دلار این رو به تو میفروشم خیلی حرفهاش عجیب و غریب بوده جولی مثلا یه دفعه خوابیده بوده و کنارش خوابیده بوده روی تخت و بلند میشه مثلا هی روی صورت این میگفته ریلکس ریلکس آروم باش و مثلا جولی چشاشو با میکنه که چی شده میگه بیداری هیچی هیچی هیچ اتفاقی نیفتاده خیلی کارهای عجیب و غریبی میکرده توی قرار بعدیشون که توی ژانویه 1999 جولی میره که دایازین رو ببینه یعنی از شهر خودش راه میفته میره پیش اون قرار میشه که اونجا ببینتش میگه که NSA دنبال منه اونها میخوان که من رو بگیرن من رو دستگیر بکنن من برای اینکه نجات پیدا کنم یک و میلیون دلار باید پول بدم خب نه خودش داشته نه قطعا جولی داشته که این پول رو بهش بده خیلی وانمود میکرده که اوضاع بده میگه که چی شده حالا چرا انسهی دنبال تنسهی گفتم سازمان اطلاعاتی وزارت دفاع امریکاست میگه که دوازده تا بچه من رو میخواد این سازمان بکشه برای چی؟ برای اینکه اینها خیلی قدرتمند شدن خیلی رشد کردن و ممکنه که دنیا رو بگیرن تو دست خودشون و این ام, NSA احساس خطر کرده و میخواد آدم بفرسته که این بچه های من رو بکشن قرار دیمیتری رو بکشه قرار همه چیز رو از بین ببره و اینجوری با عصبانیت شروع میکنه کوبیدن روی یک صفحه کلیدی که توی گاراژ بوده و میگه این رو NSA گذاشته اینجا که من رو پیدا بکنه در حالی که اون ریموت کنترل در گاراژ بود چندین و چند بار دایازین می اومده پیش جولی و اون رو میدیده و همش هم میگفته که به کسی نگو به پلیس نگو به خدمات اجتماعی چیزی نگو به خاطر اینکه اینها مامورات مامورای ان که توی لباس پلیس و خدمات اجتماعی دارن کار میکنن میان من رو پیدا میکنن دیمیتریا از من میگیرن و چندین بار که جولی دیده بوده دیمیتری رو دست دایازین متوجه شده بوده که این بچه عجیبه انگار که منگه انگار که خوابه انگار که بهش دارو دادن و این رفتارها خیلی براش عجیب بوده یک باری دایزین زنگ میزنه به جولی و میگه که الان انسه دنبال من نیست ولی من به خاطر اینکه درگیر سرطان خونم باید برم و دنبال درمانم باشم این میگه که اشکالی نداره من میام بچه رو میبرم تو برو دنبال کارهای درمانیت این رو بگن که این روند مشکوک شدن جولی به دایازین خیلی عمیق بوده ها یک بار توی خونش دیده بوده که حمام پر از خونه پر از سرنگایی که انگار خون کشیده و هر بار دایزین میگفته که من دارم آزمایش میکنم برای درمان سرطان خونه میگه که اشکالی نداره من دیمیتری رو بیارم پیش تو میگه که نه تو بیارش پیش من برو دنبال پروسه درمانت این بچه رو که میاره پیش این این متوجه میشه که انگار که این بچه عجیبه انگار که یکم رفتارهای عجیب داره بچه رو بغل کرده بوده و دم دربش میگفته که با بابا خدافزی بکن دیمیتری هیچ خداحافظی که نمی کرده. اصلا نمیخواست اسم پدرشم به زبون بیاره جولی بچه رو میاره توی خونه میشونه و متوجه یک جای کبودی روی شقیقه دیمیتری میشه بهش میگه که این چیه میگه که این جای مشت باباست یا متوجه میشه که روده دیمیتری ورم کرده بهش میگه که این چیه دایازین تو توضیحاتش گفته بوده که خورده زمین و این بچه هیچی نمیگه اما خیلی عجیبه شما اگر بخورید زمین عموما دستتون حایل بدنتون میشه واکنش دفاعی یا به کمر میخورید یا رو باسن میخورید زمین کسی با رودش روی چیزی نمیفته که ورم روده بیاره وقتی که داشته این بچه رو نگاه میکرده متوجه میشه که آلت جنسی این بچه هم بسیار کثیفه و انگار که مثلا زخم جوش زده بچه رو میبره حمام و در حالی که داشته حمامش میکرده متوجه یک نکته عجیبتری میشه جایی خیلی دور از دسترس لای انگشتای پای این بچه تعداد زیادی جای سوزن بوده انگار که خیلی زیاد بهش دارو تزریق کرده بودن وقتی که جولین رو میبینه خیلی دیگه نگران میشه نگران میشه و بلافاصله تماس میگیره با خدمات اجتماعی خدمات اجتماعی میگه که ما نمیتونیم اینجا کاری بکنیم چون خونه ی این بچه دیمیتری آلباکرکیه ما نهایتا میتونیم این بچه رو بگیریم تحویلش بدیم به خدمات اجتماعی شهری که مال اونجاست جولی میگه که نه مرسی نمیخوام این کار رو بکنیم قطع میکنه تماس میگیره یه آشنایی داشته میگه ببین تو میتونی آمار این آدمه رو برا من در بیاری این دایازین رو این تحقیق میکنه و یکم بعد زنگ میزنه و میگه که ببین اینی که تو میگی اصلا اسمش آماند شاوزه همسر داشته همسرش جدا شده ازش به خاطر خشونت خانگی دکتر نیست چندین مورد مراجعه کرده به پلیس و کلا آدم مشکوکیه جولی این اطلاعات رو میگیره اما در نهایت دایازین میاد و دیمیتری رو میبره و به نظر میاد که رابطه اینها خراب شده رابطه اینها به هم خورده و همه چیز از بین رفته چیزی که برای من ناراحت کننده است اینه که در حالی که جولی رابطهش رو قطع میکنه با دایازین اما چرا به پلیس اطلاع نمیده تو یک بچه ای رو میبینی که یک بار انگار مواد مصرف کرده کتک خورده روی بدنش جای تزریق برای چی تو این رو به پلیس گزارش ندادی تو دیدی یک مردی اومده به تو گفته که من ژاپنی آلمانی هم نمیدونم اصلا توی سوئیس به دنیا نیومده همینجا توی امریکا به دنیا اومده چرا چرا این حرفا رو به پلیس گزارش نکردی رابطه جولی تموم میشه تقریبا با این آدم با دایا زین و ما اینجای پرونده ورود یک آدم مهم رو داریم به پرونده یک کسی به اسم لیندا هنینگ حالا لیندا هنینگ که آگوست 1999 آشنا میشه و دوست میشه با دایازین من نمیدونم واقعا چقدر زبون نرم و گرمی داشته اصلا هیچکس به این جواب رد نمیداده شاید هم میداده حالا توی زندگی نامش نیومده هی میرفته سراغ آدم های مختلف و به همهشون هم اراجیف میگفته ولی هم حاضر بودن باش وارد رابطه بشن لیندا هنینگ متولد 10 اکتبر 1953 توی کالیفرنیا به دنیا آمده و اینها 1999 همدیگر رو توی یک کنفرانسی میبینن توی یک دانشگاهی این کنفرانس ها از اینایی بوده که این دانشمندایی که خیلی طرفدار موجودات فضایی هستن یا محققایی که طرفدار موجودات فضایی یعنی میان صحبت میکنن یک همچین سخنرانی بوده توی یک دانشگاهی لیندا و دایازین همدیگر رو اونجا میبینن و رسما در تخته بودن لیندا هم عاشق موجودات فضایی و توهم توته و سیاستمدارای ما آدم نیستن همشون آدم فضایین و اینا بوده اونجا هم دیگه رو میبینن انقدر این ملاقات گفتگو کردن رفت آمد کردنه برای اینها جدی میشه که اون زمان یک نامزدی داشته به اسم استیو زکری همین خانم لیندا هنین به محض اینکه آشنا میشه با دایازین نامزدیش رو با استیو قطع میکنه و اصلا اون رو از زندگیش میندازه بیرون و وارد ارتباط جدی میشه با دایازین و به نظرم میاد که بعد از دو هفته با هم دیگه نامزد میکنن این لیندا و دایازین که با هم آشنا میشن خیلی دیگه رابطهشون صمیم میشه اینها عضو این انجامن هایی بودن که اعتقاد دارن به موجودات فضایی و در کنار این اعتقاداتی که دارن یه گروهی رو تشکیل میدن همه اینها معتقد به موجودات فضایی بودن و شروع میکنه یه سری حرفای عجیب و غریب زدن مثلا دایازین میگه که دهها هزار سال پیش موجودات فضایی اومدن زمین اصلا شکل ما نیستن شبیه مارمولک های عظیم و جستن خودشون رو شبیه ما کردن سیاست اقتصاد همه چیز رو در جهان دستشون گرفتن و در نهایت سال 2007 سیاست مدارهای ما که آدم فضاییان قصد دارن که جمعیت جهان رو کم بکنن و همه ما رو از بین ببرن فکر کنید با این صحبت ها یه سری آدم واقعا دور این جمع شده بودن و حرفهاش رو میشنیدن و حرفهاش رو باور میکردن یه کسی هم عضو این گروه بوده به اسم بیل مورا این بیل دوست صمیمی دایازین شده بوده و لیندا ازش میخواد که شما دوتا برید خونه من و این نامزدم بیرون کنید وقتی که نامزدش رو بیرون میکنن و این گروه شکل گرفته خانواده لیندا خیلی نگران لیندا میشن یه کارگاه خصوصی استخدام میکنن میگن که ببین حرف ما گوش نمیده که ما مشکوکیم به این دایزین تو بیا برو تحقیق بکن ببینین کیه چیه این کارگاه خصوصی میره تحقیق میکنه و خیلی زود متوجه هویت واقعی دایازین میشه دیگه میاد و همه چی رو میذاره جلوی این آدم میگه نگاه کن ببینین زن داشته ببینین دروغ میگه ببینین دکتر نیست ببینی سرطان خون نداره اما این باور نمیکرده میگفته که نه اصلا چشماش کاملا کور شده بوده میگفته که نه این راست میگه همه چی حقیقت شما دارید براش پاپوش درست میکنید وقتی که دیگه خانواده هم نمیتونن کاری برای لیندا بکنن رابطه اینها ادامه داشته اینا توی اون گروه هر کسی هم که مثلا سوالی میکرده خیلی هم میگفتن که خب باشه تو الان داری 2007 رو 1999 پیش بینی میکنی بیا بگو فردا چی میشه مگه تو نمیگی فضایی یا بهت قدرت دادن بیا همین فردا رو پیش بینی بکن اما شروع میکرده به تحقیر کردن و توهین کردن و که نه شما نمیفهمید و نه تو حالید نیست و همه این حرفا رو میزده و خلاصه رابطه یه لیندا و دایازین باعث میشه که این خیلی قافل بشه از دیمیتری این همش میخواسته تو این گروه ها باشه و بره خونه لیندا و اینا نمیتونسته دیمیتری رو با خودش ببره دیمیتری رو میذاشته پیش خانواده پدرو اون همسایش بودن که هفتاد و خورده ای سالش بود و از غذا همونی بود که گرلی رو نجات داد بعد از اینکه پنج روز این بچه خونه پدروه پدرو کلافه میشه میاد میگه که بابا یه فکری برای این بچه بکنی این رو حالا مثلا هی میذاریش پیش ما میگه باشه دیگه بچه رو اونجا نمیبره میبره میذاره پیش همسایه اونوری یه مدت دیگه هم پیش اون همسایه بوده اما دیگه در نهایت اون همسایه هم کلافه میشه میگه که ما نمیتونیم کاری کنیم داره یه فکری میکنه میگه بعد دست این خلاص شم چیکار کنم چیکار نکنم میره یکی از این شرکت هایی که بچه رو به سرپرستی میدن و میگه که من میخوام بچه‌ام به سرپرستی بدم میگن که باشه یه سری شرکت ها هستن که این کار رو میکنن میگن خیلی خوب مدارک تولدیش رو بیار مداره که تولدی که میاره مال گواهی تولد دایازیه بوده رفته بوده به نام خودش و گیرلی گواهی تولد گرفته بوده که ما پدر و مادر بیولوژیکی این بچه هیچ مدرک دیگه از این بچه نبوده تا یک ماه گیش. اون شرکتی که کار سرپرستی بچه می کرده می گه که ببین این وسط یه ماه وجود نداره هیچی. این یه ماه بچه کجا بوده؟ چی شده بوده؟ چه اتفاقی براش افتاده بوده؟ میگه که نه من دروغ گفتم. درسته که این بچه از اسپرم و تخمک منو گرلیه اما این رو گرلی باردار نشده. من چون مهندس ژنتیکم اینا رو گرفتم بردم توی آزمایشگاه و این بچه رو تو آزمایشگاه ساختم اون یک ماهی هم که هیچ اطلاعاتی از این بچه وجود نداره این بچه داشته توی آزمایشگاه آماده می شده که وارد جامعه بشه اون شرکته میفهمه که این حرفاش عجیب و غریبه میگه خیلی خب حالا که بچه رو تو آزمایشگاه ساختی چرا داری میدیش به سرپرستی میگه آها من سرطان خون دارم نمیتونم مراقب این بچه باشم دارم میدمش به سرپرستی میگه خیلی خب سرطان خون داری یه آزمایش بده وقتی که آزمایش میگیرن از دایازین مشخص میشه که خب دروغ میگه دیگه سرطان خون نداره اما اون کسی که مسئول این سرپرستی دادن بچه ها بوده از حرفهایی که این آدم میزنه نگران میشه و متوجه میشه که صلاح نیست که بچه دیگه دست این آدم بمونه و به نظر میاد که این به بچه آسیب میزنه قبول میکنه که کار سرپرستی رو انجام بده و در نهایت توی 27 آگوست 1999 دیمیتری رسما سرپرستیش سپرده میشه به یک خانواده دیگه اینها اون روز با هم یک عکس یادگاری میگیرن این خانواده دایازین و دیمیتری و این بچه سرپرستیش سپرده میشه به یک خانواده دیگری اون کسی که مسئول سرپرستی بوده همونجا نگران میشه و میگه که اینکه انقدر حرفاش زد و نقیز بود اینکه انقدر حرفای این شکلی زد شاید برای خودش و اطرافیانش خطرناک باشه بلا فاصله بعد از واگذاری سرپرستی تماس میگیره با اف بی آی و گزارش این آدم رو میده میگه به نظر من آدم مشکوکه یه مامور اف بی آی میره دم در خونه دایازین در میزنه و میگه که آره اومدیم بررسی و اینا میفهمه که این تو خونه اصل هم داره بیشتر اینا نگران بودن که این خودکشی بکنه این خب زنش ازش جدا شده بوده هرچند که توی صحبتاش گفته بوده که زن من مرده از اون طرف بچهش رو داده بوده سرپرستی حرفای عجیب میزده وقتی که این مامور میره میگه تو اسلحه داری میگه آره میگه خب خب رو بیار بده به همسایت نباید دست خودت باشه قبول میکنم اسلحه رو میاره میده و اینجا جستجوی اف در مورد این آدم تموم میشه و حالا میدونیم که دیمیتری هم سپرده شده به سرپرستی و ماجرایی که من از اولش تا اینجا گفتم راجع به این آدمی که فکر میکرد برگزیده فضایی هاست تموم میشه و ما میرسیم به ده سپتامبر 1999 یعنی جایی که گرلی گم شده یه دور اول ویدیو رو کوچولو مرور کنیم گرلی از 9 سپتامبر صحبت نکرده با دوست صمیمیش از اون طرف دهم ده نرفته سر کار یکی از دوستاش اومده به خونش میره پیش سابخونه میگه میشه یه کلید بدی من برم خونه این رو چک بکنم همزمان که این همکارش میخواد بره توی خونه تا خونه رو چک بکنه کتی تونسته پلیس رو راضی بکنه کتی رئیسش بود که بیان و خونه گرلی رو بررسی بکنن به خاطر اینکه این خودش گفته که من در خطرم این دوست همکاره میره توی خونه نگاه میکنه منو هیچ خبری توی خونه نیست ماشینش هم در بوده توی خونه هیچی نیست نه به هم خوردگیه نه اثر دعوایی خونه هم تمیزه اما یه تیکه روی فرش فرش قهوه‌ای نارنجی شده انگار که یه نفر با سفید کننده با وایتکس مثلا سعی کرده که این رو تمیز بکنه و این خیلی عجیبه میاد و میاد بیرون و دیگه خبر داشته که پلیس داره میاد اینجا پلیس میاد این خونه رو میره پیش میره مدیر اون ساختمونی که اونجا زندگی میکردن میگه من خونه رو بررسی کنم میگه آره ولی مثلا دوستاش اومدم بررسی کردن میگه اشکال نداره تو در خونه رو باز کن در خونه رو که باز میکنه این نکته رو بگم که این دوستش متوجه شده بوده که این قفل پشت در این قفل فلزیه نیفتاده این زنجیریا هست قفل شب و با توجه به ترسی که این آدم داشته همیشه اون قفله رو میبسته میاد تو این پلیس و اولین چیزی که توجهش رو جلب میکنه اینه که توی خونه بوی شدید سفید کننده میاد و یادتون هست دیگه در کنار ون سفید و بیمه عمر بوی سفید کننده بزرگترین نشونه یک جنایت بود و اینجا هم بوی سفید کننده میاد وقتی که این بوه میخوره به مشام این پلیسه میفهمه که یک مشکلی هست تماس میگیره با تیم پشتیبانی و میگه که آدم بفرستید که از این خونه نمونه بگیرن و بررسی بکنن خودش هم راه میفته بره خونه کی خونه کسی که کتی پشت تلفن تاکید میکرده که اگر اتفاقی برای گرگی افتاده کار این بوده یعنی دایزین سوار ماشین میشه یک مامور دیگه یم از اداره پلیس قرار بوده بیاد این دوتا با هم میرسن میرن دم خونه دایزین در میزنن میبینن که در بازه و کسی توی خونه نیست داخل خود جارو شده مبلمان ظرف و ظروف وسایل همه چیز رو با خودشون بردن وقتی که از همسایه ها میپرسن که کجاست میگه که رفته الپاسو رفته اونجا تا بره مکزیک و درمان سرطانش رو ادامه بده اما چیزی که پلیس نمیدونه اینه که همین زمان جناب دایزین همراه با نامزد جدیدش شما تصور کنید چند تا نامزد داشته جولی، لیندا و حالا هم نامزد جدید شری که دو هفته بوده همو میشناختن و اولین باری بوده که همدیگه رو میدیدن. سوار یک ماشینن و قرار نیست برن به نزدیکی مکزیک دارن میرن کارولینای جنوبی توی مسیر شری متوجه میشه که دزین کارهای عجیب و غریب میکنه هی به خودش چیز تزریق میکنه وقتی ازش میپرسه اینا چیه میگه که چیزی نیست اینا مورفینه من حالم بد میشه دارم اینا رو به خودم تزریق میکنم که نلرزم شری میبینه که این یه سری قرص هم میذاره زیر زبونش میگه اینا به جذب مورفین کمک میکنه و هر بار که این قرص ها رو میذاشته دهنش بعدش صرفه خونالوت میکرده که من فکر میکنم که قرص خون بوده از این قرص هایی که باعث خون مصنوعی میشن همه این کارا رو میکرده و داره میره ما بیایم بریم به صحنه جرم توی صحنه جرم پلیس شروع میکنه به بررسی خونه گرلی و متوجه میشه که اطراف اون لکه های نارنجی قطرات ریز خون وجود داره وقتی که لومینول میارن اون مایعی که با نور فرابنفش میگیرن و میبینن که بله توی این خونه قطرات خون وجود داره خیلی بیشتر از چیزی که میبینن و مشخصه که خونه پاکسازی شده اما اثرش باقی مونده اینها رو میفرستن آزمایشگاه از اون طرف این آدم رفته رسید کارولینای جنوبی از این طرف یک نفری میاد اداره پلیس و یه سری مدارکی به پلیس میده میگه که من مسئول تمیز کردن جادم الان فصل شکاره و خیلی ها میرن شکار موقع شکار کردن هم رو میریزن کنار جاده کار من اینه که با ماشین کنار جاده راه برم این ها رو جمع کنم و بریزم توی ماشین توی یک منطقه 170 کیلومتری آلباکرکی من یه کیسه مشکی کنار جاده دیدم خب طبیعی بود با توجه به این فصل این کیسه رو باز کردم و توش یه سری نوارچسب توسی بود از اینایی که میبندن توی فیلم دیدید که به شکل حلقه بود معلوم بود که دور دست دور پا دور چیزی بسته شده و یه سری مو چسبیده بود و قطرات خون خشک شده میگه من اینا رو دیدم و با خودم گفتم که احتمالا مال شکاره دیگه این شکارچی رفتن یه چیزی شکار کردن بستنش اینو انداختن اینجا یه کوچولو جلوتر توی جاده من یه لباس پیدا کردم یه تاپ یه شلوارک و یک لباس زیر زنونه که روش خونه خوش شده بود من دیگه به نظرم اومد که این دو تاب به هم ربط داره مشکوک آوردم اینا رو دادم اداره پلیس وقتی که اینها رو پلیس میگیره بلافاصله فاصله میفرسته آزمایشگاه برای اینکه بررسی بشه که خونی که روی این وسایل متعلق به کیه پلیس الان که دایازین رو نداره با توجه به گزارشاتی که دوستا و همکاراش دادن میدونه که مشکوک ترین آدم این پرونده دایازینه خب دوست دختر قبلیش کیه لیندا میرن ویش لیندا هنینگ و لیندا میگه که نه من خبری از دایازین ندارم اینی که کشته شده کیه مثلا نمیدونم کیه چی کار هستی چه تلایی ازش ندارم پلیس میگه باشه اینجا با لیندا یک مصاحبه اولیه اتفاق افتاده و پلیس داره همچنان یعنی همزمان داره خونه ی... گرلی رو میگرده و توی خونه گرلی به یه سری کاغذ میرسن که اسامی لیندا روش بوده یعنی معلوم بوده که لیندا گرلی رو میشناسه و طبق مدارکی که از بانک گرلی به دست میاد حداقل دو بار مراجعه کرده بوده به بانک و متصدی باجه خود گرلی بوده خب الان دیگه مشخصه که لیندا دروغ گفته دیگه میرن که بلافاصله لیندا رو دستگیر بکنن اما لیندا فرار کرده بوده و هیچ دسترسی بهش وجود نداشته الان علاوه بر دایازینی که گم شده و فکر میکنن رفته الپاسو و باید دنبالش بگردن باید دنبال لیندا هم بگردن یک اتفاق دیگه همزمان با این ماجره ها میفته. سه تا خانوم میان به پلیس گزارش میدن که این ما رو تهدید کرده. دایازین ما رو تهدید کرده. تاریخ 13 سپتامبر، 10 سپتامبر گم شدن گرلی ثبت شده. نفر اول وکیل خود دایازین بوده یک خانومی بوده به اسم فلیسیا گارسیا که این وکیل طلاقش بوده چیکار کرده بوده اومده بوده کار طلاق این رو انجام داده بوده در عین حال دایازین اومده بوده این خانوم رو قیم دمیتری کرده بوده چرا به خاطر اینکه یک بیمه عمر پنجاه هزار دلاری داشته گرلی که وصیت کرده بوده در صورت مرگش برسه به دیمیتری و اگر اتفاقی میافتاده برای گرلی بیمه عمر میرسیده به کی میرسیده به این خانم وکیل این خانم وکیل میگه که 20 دقیقه پشت تلفن فحش میداد منو تهدید به مردن میکرد تهدید به کشتن میکرد به خاطر اینکه تصور میکرد اتفاقی برای دیمیتری افتاده و 20 دقیقه طول کشید تا من قانعش کنم که بابا هیچ اتفاقی برای دیمیتری نیفتاده سعی و سالم نفر دومی دو که از همسایه ها بوده میگه که با من هم دعوا شد و شروع کرد تهدید کردن من به کشتن و نفر سوم مسئول اداره سرپرستی بوده زنگ زده بوده به این مسئوله و یک آلمه باهاش دعوا کرده بوده به خاطر اینکه نمیدونسته که دمیتری کجاست و بعد از اینکه فهمیده بوده تلفن رو قطع کرده بوده خب این سه تا تماس به ظاهر مهم نیستن اما از یک جای گرفته شدن دیگه پلیس میاد این سه تا تماس رو بررسی میکنه و میبینه که دو تاش از یک متلی توی کارولینای جنوبی میرن اون موتله 22 سپتامبر و دایزین رو اونجا توی اون متل دستگیرش میکنن بعد از اینکه دستگیرش میکنن میرن خونه جدیدش با شری نامزدش رو هم میگردن چیزی که توی خونه پیدا میکنن شیشه های خونه تفنگ سرنگ های استفاده شده است دفترچه تلفن گرلی کارت شناسایی گرلی و یه دونه از این فرشور دستی ها هست تو این کلیپا دیدید مثل جارو برقی میمونه کارش شستن فرشه همه اینها رو پیدا میکنن دو تا قوطی رنگ استفاده شده هم پیدا میکنن رنگ مشکی پلیس یه سری مدرک داره که این مدرک ها دقیق نیستن برای متهم کردن اما هر کدومشون یه اهمیتی دارن ولی زمانی که دایازین دستگیر میشه به جرم قتل نیست به جرم تهدید اون سه نفر راجع به این دوتا تا بطری رنگ قوطی رنگ مشکی بهتون بگم یکی از همسایه ها میگه شبی که گرلی گم شده یعنی شب قبلی که فرداش نرفته سر کار 9 سپتامبر ساعت هفت شب من نشسته بودم توی تراس و داشتم بیرون رو نگاه میکردم و اینا دیدم ماشین دایازین با سرعت اومد دم در خونهش از ماشینش پیاده شد سر تا پا مشکی بود حتی به نظرم صورتش هم مشکی بود رفت توی خونه پنج دقیقه بعد اومد سواره ماشین شد رفت و حالا با پیدا شدن این دوتا قوطی رنگ مشکی حرف اون آدم ثابت میشه اون که خیلی برام عجیب بود انگار صورتش و دستاش و همه جاش سیاه بود. خب الان این آدم رو دستگیر کردن و پلیس باید کیو دستگیر کنه باید لیندا رو هم دستگیر بکنه به خاطر اینکه به نظر میاد که اون هم توی ماجرا نقش داشته و خیلی نمیگذره که اون هم دستگیر میشه یک نفر سومی همین وسط دستگیر میشه اون کیه اون بیل یادتونه یک دوستی داشتن اینا که رفته بودن بیل و دایازین یعنی با هم نامزده لیندا رو خونه بیرون کرده بودن این بیل هم دستگیر میشه زمانی که بیلمورا رو دستگیر میکنن اون دوستاش که توی همون انجمن فضایی ها عضو بودن میگن که این سری حرفای عجیب غریب میزد میگفتش که من صحنه جرم دیدم من در جریانم که چه اتفاقی برای گرلی افتاده من میدونم این رو دستگیر میکنن میارن وقتی که دستگیرش میکنن متوجه میشن که یک صندوق اماناتی داره و توی این صندوق اماناتش یه سری وسیله است یک دفترچه یکی یه سری اطلاعات راجع به داروهای انقاد خون توشه داروهایی که لخته خون به وجود میاره ده هزار دلار پول نقده و دوازده هزار دلار هم سکه های ارزشمند تاریخیه خب الان سه تا آدم هستن سه سری مدارکه و نفر اولی رو که میبرم پیش دادستان کسی که کس از همه به نظر ضعیفتره برای اعتراف کردن یعنی بیل مورا به بحث اینکه اون رو میبرن میگه من کاری نکردم اما دایازین از من خواسته بود که یا گرلی رو بکشم یا براش بدزدمش و چندین بار این رو به من گفته بود. ببینید الان مدرک وجود داره ولی مهمترین مدرک جواب آزمایشگاه است که در نهایت 21 اکتبر حدود 6 هفته بعد از گم شدن گرلی به دست پلیس میرسه. خب مشخص میشه خونی که روی نوار ها بوده خونی که روی لباس زیر بوده و موهایی که پیدا شده روی اون نوار ها صد درصد مطابقت دارن با گرلی پس الان دیگه پلیس میدونه که نباید دنبال گرلی زنده بگرده چیز دیگه ای که پیدا میشه مقداری از خون لیندا لیندا هنینگ توی روی فرش خونه گرلی پیدا میشه ازش مقداری خون ریخته بوده روی زمین بزاق دهن و موی دایازین روی فرش خونه گرلی پیدا میشه با بررسی مخزن اون فرشور دستی که توی وسایل دایازین پیدا شده بوده میرسن به الیافی از فرش خونه گرلی و مشخصه که این رو برده بودن اونجا و تمیز کرده بودن اما چیزهای دیگه ای هم پیدا میشن که مشکوک بودن روی فرش خونه گرلی 24 تا موی گوزن پنجه و هفتا موی گربه، شیشتا موی خرگوش از دو نوع مختلف و پونزده تا تار موی سگ پیدا میشه و یه سری حیوونه دیگه. خب گرلی گربه نداشته. کی گربه داشته؟ لیندا شیشتا گربه توی خونش داشته. این نمونه ها رو با گربه های اون چک میکنن تطابق داشته. خب بقیه یه موها چی؟ سگ چی؟ مشخص میشه که بیل توی خونش حیوانات تاکسیدرمی داشته یعنی عاشق شکار و حیوان اسیر کردن و اینا بوده. مطابقت میدن میبینن بله بقیه یه موهایی هم که پیدا کردن تطابق داره با همین موهایی که توی خونه این آدمه و در نهایت روی فرش خونه گرلی یه سری اکلیل و لوازم آرایش و اینا پیدا میشه که مشخص میشه متعلق به وسایل لوازم آرایشی لیندا بوده الان دیگه دست دادستانی پره برای اینکه اینها رو بفرسته دادگاه هر چیزی که میخواد رو پیدا کرده و اینها رو زندان نگه داشته تا زمان دادگاهاشون برسه اما همین زمان دایازین و لیندا توی زندان حرفای عجیب و غریب میزنن اولش رجب دایازین بگم توی زندان زمانی که باز داشته میگه که این خیلی احمقان است که من و لیندا و بیل کاری بکنیم که انقدر راحت گیر بیفتیم ما میتونیم کل مردم جهان رو صرفا با آلوده کردن آب شهری از بین ببریم ما میتونیم همه رو بکشیم ما باید جهان رو پاک بکنیم مگر کسایی که گروه خونی ای منفی دارن فقط اینها رو زنده نگه داریم ما هر کسی رو بخوایم میتونیم بکشیم و اون رو توی اسید حل بکنیم گرلی رو هم باهاش همین کارو کردیم کشتیمش و توی اسید جسدش رو حل کردیم این رو در نظر داشته باشید که جسدش هنوز پیدا نشده لیندا هم های عجیب و غریبی میزنه لیندا توی زندان زنانه و توی صحبتاش میگه ما جوری گرلی رو کشتیم که هیچ وقت اثری ازش پیدا نشه هیچ وقت جایی ازش چیزی پیدا نکنن ما توی وقتی که به قتل رسوندیمش یک چیزی روی زمین پهن کرده بودیم که خونش روی زمین نریزه این میاد اعتراف میکنه و تک تک این همسلولی هایی که این پیششون اعتراف میکرده میان پیش پلیس و برای تخفیف شهادت میدن یکی دیگه میاد میگه که این به من گفته که من یک شعری نوشتم برای کشته شدن گرلی به این شعر خیلی افتخار میکنم و ما از دستش راحت شدیم یه جای دیگه میگه که ما جسدش رو دفن کردیم بعد از اینکه توی اسید انداختیم نزدیک جایی که لباساش رو گذاشته بودیم به یکی دیگه از دوستاش گفته بوده که این شمشیر سامورایی رو میبینی من این شمشیره رو خریدم چون از این به بعد دیگه من ملکه زمینم فضایی ها من رو ملکه زمین کردن و من باید ملکه های دیگر رو بکشم تا قدرتم رو تثبیت بکنم بعد از صحبت هایی که میکنه پلیس میاد یک یک محوطه 160 کیلومتری از جایی که وسایل گرلی پیدا شده بوده رو میگرده از سوارها میان مردم داوطلب میان سگ میارن هلیکوپتر میچرخه به این امید که جسد گرلی پیدا بشه اما تمام این جستجوها بی نتیجه بوده هیچ خبری از جسد گرلی نبوده سال 2000 قرار دادگاه های ده زیان به عنوان نفر اول برگزار بشه و این میبینه که خب تموم شد اینها دی این ای من رو دارن مدارک رو از من دارن اون فرشوره رو توی خونه من پیدا کردم هیچ توجیهی براش وجود نداره میاد و اعتراف میکنه برای اینکه حکم اعدام نگیره توی اون ایالت اعدام اجرا میشده برای اینکه اعدام نگیره میاد اعتراف میکنه میگه که آره من گفتم که این دو نفر لیندا و بیل بدزدن گرلی رو و یک بلایی سرش بیارن ولی لیندا دخالتی نداشت میگه که بیل با یکی از دوستاش شروع کردن به تعقیب کردن گرلی اون رو تا خونش یکیشون تو خونه منتظر بود یکیشون از بانک تعقیبش کرد این رو تو خونه گیر آوردن اینو دزدیدن بردن به من زنگ زدن من قرار بود برم ببینم چه اتفاقی میفته من رفتم خونش رو تمیز بکنم میدونستم اینها ممکنه خرابکاری کرده باشن خونش رو تمیز کردم دیدم خیلی کسیفه مجبور شدم برگردم خون ریخته بود روی زمین بیام خونه به لیندا نگفتم چه اتفاقی افتاده بهش گفتم که من میخوام دوش بگیرم اونها هم سیاهی نبود رنگ نبود من کثیف بودم در حالی که قوطی رنگ پیدا شد بهش گفتم که من میخوام دوش بگیرم یکم فضا میخوام یه چند ساعتی منو تنها بذار اینم گفتش که باشه بلیندا لیندا در جریان هیچی نبوده طبق حرفهایی که که دایازین داره میزنه میگه من رفتم من یک ماده شیمیایی داشتم که این در ترکیب با خون اثر خون رو از بین میبرد من این ماده شیمیایی رو برداشتم یک شیشه از خون خودم برداشتم گفتم اونجا این دوتا رو قاطی میکنم میریزم روی خونایی که روی زمین ریخته و اون خون مخدوش میشه دیگه مشخص نمیشه که خون گرلیه یا حالا خون کس دیگه ای. میگه منتها شیشه خونی که توی جیبم داشتم شکست و من مجبور شدم برگردم توی خونه و یک شیشه دیگه بردارم و فقط خون لین... لیندا توی خونه بود من این خون رو برداشتم اگر شما خونی از لیندا توی صحنه جون پیدا کردید دلیلش اینه که من ریخته بودم اونجا لیندا بیگناهه میگه که من هیچ مثلا پولی نگفتم میدم به بیل از اون طرف ساعت شیش و نیم تا هفت شب زمان دزدیده شدن بیل من این دستور رو دادم و بعد بیل برده به قتل رسوندتش و جسدش رو هم یک جایی سر نیست کرده خب الان یه سری اطلاعات داره به پلیس میده میگه لیندا بیگناهه. بیل همه کار رو کرده دستور رو من دادم اما تناقضات خیلی زیاده یک میگه دزدیدن گرلی بین ساعت 6 تا 7 شب اتفاق افتاده این در حالیه که ما میدونیم 7 و 3 دقیقه با اپراتور تلفن همراهش صحبت کرد نکته دوم میگه که من شیشه خون تو جیبم شکست برگشتم توی خونه فقط خون لیندا بود این در حالیه که وقتی پلیس خونش رو میگرده یک آلمه شیشه خون پیدا میکنه که روی اینها نوشته بوده سامانتا یعنی به راحتی خون افراد دیگه هم توی خونه بوده و تو داری دروغ میگی توی صحبتاش توی دادگاه با همه اداهایی که در میاره که من کاری نکردم و این داستانها وقتی که صحبت از گرلی میشه با یک لبخندی میگه امیدوارم که خیلی زجر کشیده باشه امیدوارم که مثل یک سگ شکار شده باشه داره ادعا میکنه که من نکردم دیگه بیل کرده و همه این حرف ها خیلی روی هیئت منصفه تاثیر میذاره در نهایت میرن شور میکنن و اون رو محکوم میکنن به برنامه ریزی برای قتل درجه اول قتل درجه اول و آدم روبایی به خاطر اعترافی کرده بوده اعدام ازش برداشته میشه و حبس ابد با حداقل 61 سال زندان میگیره نکته ای که در موردش وجود داره اینه که هرگز جای جسد گرلی رو لو نمیده و پلیس هم هنوز جسد رو پیدا نکرده این وسط یک نفر دیگه ای هم هست دیگه بیل این بیل هیچ مدرکی ازش توی صحنه جرم باقی نمونده بوده یعنی درسته که موی اون حیوونا بوده ولی دی خودش باقی نمونده بوده به خاطر همین هم نمیتونن اون رو به قتل مستقیم متهم بکنن و توی صحبتاش هم میگه که من هیچ کاری نکردم من خونشون نرفتم من کسی رو ندزدیدم من کسی رو نکشتم و این به من پیشنهاد پول میداد که این کار رو براش بکنم و من نکردم به خاطر عدم وجود شواهد فیزیکی بیل به یک سال در حقیقت زندانی هم نه آزادی مشروط محکوم میشه یعنی یک سال تحت نظر بوده صرفا به خاطر دستکاری کردن مدارک و مخفی کردن اطلاعات از پلیس اما بذارید برسیم به دادگاه لیندا لیندایی که توی دادگاه اولین نفری که اومده برای بیگناهی شهادت داده دایزین بود اومده گفت آره هیچ نقشی نداشت و کاری نکرد و همه کارها رو من کردم اما مدارک علیه لیندا خیلی زیاده لوازم آرایشش خونش ادعاهایی که کرده توی زندان صحبتهایی که کرده در نهایت وکلاش حدس میزدن که این روبرو میشه با حکم اعدام به خاطر اینکه اعتراف هم نکرده بوده دیگه اما در نهایت براش سه سال زندان میبرن و قرار میشه که سه سال بره زندان خودش قبول نمیکنه میگه من بیگناه هم برای من پاپوش درست کردن سیاستمدارهایی که همشون آدم فضاییان برنامه ریزی کردن که من رو ام توی زندان نگه دارن حکمش هم که از طولانی ترین حکم هایی بوده که صادر شده بوده اما ام میفرستنش زندان و قرار میشه که اون هفتاد و سه سال زندانش رو بگذرونه و الان هم توی زندان بیل آزاده اون دو نفر دارن زندانیشون رو میگذرونن و غمگین ترین بخش ماجرا اینه که تهدیدهایی که دایازین میکرد حقیقت پیدا کرد و هیچ وقت جسد گرلی پیدا نشد دونن که جسد گرلی کشته شده یک جایی توی صحبتاش توی زندان ادعا کرده بود لیندا که ما جسد رو تیکه تیکه کردیم هیچ گوش داشت باقی نمونده و با توجه به این حرف ها خانواده گرلی دیگه هیچ وقت هیچ چیزی از دخترشون ندیدن پرونده امروز تموم شد و واقعا یکی از عجیبترین پرونده هایی بود که من بررسی کردم به این دلیل که ما با یک آدمی طرفیم که متاسفانه هیچ مدرکی برای اختلالات روانیش نبود از دایازین ما نمیدونیم که اسکیزوفرنی داشته یا نه اما خیلی واضح علائم اسکیزوفرنی رو نشون میداده توهم شدید ادعاهای عجیب و غریب از اون طرف اسکیزوفرنی دلیل بر این نیست که تو یک آدمی رو بدزدی و بکشی ممکنه که در برخورد با یک آدمی تو کنترلت رو از دست بدی اما توهم این که تو داری یک نفری رو میکشی چون ملکه فضایی هاست خیلی عجیب و غریبه واقعا قضاوت در مورد اینکه آیا دایازین یعنی یک بیمار روانی بوده یک اسکیزوفرن شدید بوده یا یک دروغگوی بوده که همیشه دروغ میگفته عاشق دروغ گفتن بوده و از آدمها استفاده ابزاری کرده خیلی دشواره میتونه هم ترکیبی از این دو باشه یعنی این یک جایی دوچاری یک سری توهم شدید شده و از اونجا به بعد شروع کرده از این توهم ها استفاده کردن برای اینکه بقیه رو کنترل بکنه دوست دارم نظر شما رو در مورد این پرونده بدونم پرونده ای طولانی بود دمتون گرم که تا اینجای این ویدیو با من همراه بودید و امیدوارم هر جا که هستید زندگیتون پر است. شادی باشه یادتون نره که لایک و کامنت شما ما رو خوشحال میکنه خدا نگهدار